های شکسته آغازگر هنری زیبا و ظریف در معماری ایران شد. در قرن دهم هجری آینه هایی که همراه با کالاهای خارجی وارد می شد در هنگام جابجایی می شکست و همین اتفاق الهام بخش دستان هنرمندان ایرانی شد. تجلی آینه نوریه که ایجاد می کنه و یک نوع روحانیت به بناهای میده. البته این تکنیک در اماکن متبرکه صورت میگیره. آینه در معماری اسلامی ایرانی نماد روشنایی و حقیقت است. دل آینه صورت غیر است، ولی که شرط است که بر آینه زنگار نباشد. شما موقعی که خودتون رو تو آینه نگاه میکنید حقیقت خودتون رو میبینید، نه واقعیتش. هنر آینه کاری در دوره قاجار به اوج رسید. این هنر امروز به همت اساتید این رشته و خلاقیت و نوآوری آنان زنده مانده است. دیوار کوچیکی رو من به شما در واقع در قالب یه تابلو نمایش میدم، در صورتی که این کارهایی که ما طراحی کردیم میتونه در سطح بزرگتر در حجم قرار بگیره. سعی کردم با متریال های مختلف کار کنم. جیر رو من ابدا کردم که روی جیر آینه کاری بشه. اخیراً مثلا نقاشی مینیاتوری رو وارد کار تزیینات کردیم، تزیینات آینه. یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های تابلوهای استاد طرزی تلفیق گرافیک و نقوش اسلیمی در تابلوهای آینه کاری است. نقوش هندسی در قالب گرافیک قرار گرفته. یه معمار آینه کاری اول باید طراحی بلد بشه. اگر این حرکت ها رو با مداد هم آدم بخواد انجام بده خیلی سخته، ولی با ارماس ما این کار رو انجام میدیم. در بین کارهای زیبایی که در مجموعه این استاد هنرمند چشم نوازی میکند تابلوی فرشی است که نقش آن 400 سال قدمت دارد. این طرح از در واقع سجاده ایه که تو موزه متروپولیتن نیویورک. من تصویرش رو پیدا کردیم، کار رو بازسازی کردیم، بر مبنای آینه قرار دادیم و اجرا کردیم و این کار بهترین کاریه که تو عمرم کردم. اگرچه امروز جای هنر تاریخی آینه کاری در معماری ما خالی است، اما هنرمندان تلاش کردند این هنر را در قالب‌های امروزی ارتقا دهند و جای دارد که مسئولان با حمایت همه جانبه از این هنر ارزشمند آن را حفظ کنند. آتوسا ظرافت، خبرگزاری صدا و سیما.